در ادامه همین موضوع همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، ثبت نام به پایان رسید، همه آمدند، چه اتفاق افتاده؟ چرا از هر جناحی چند نامزد ثبت نام کرده؟ بله، شاید بشه گفت که انتخابات این دوره ریاست جمهوری و سونامی کاندیداتوری نامید. به نظر من عامل ریشه‌ای و در از بستر این مسئله نبود نظام حزبی ریشه‌دار در کشور هست. یعنی فقدان توسعه یافتگی سیاسی باعث شده که ما یک سری محافل سیاسی داشته باشیم و خود نهاد ولایت فقیه هم از این مسئله استقبال کرده در گذر زمان که بدون مزاحمت بتونه اعمال اقتدار بکنه. بنابراین این محافل عملا تبدیل شدن به یک سری اشخاص که در اون هر کدوم هم پروژه های شخصی خودشون رو دنبال میکنن و باز ما در این انتخابات میبینیم چقدر این ادعای کلیشه‌ای و کلاسیک جمهوری اسلامی که ما برای خدمت به مردم میام عاری از واقعیت هست و میبینیم که این همه افراد زیادی میان و هیچ کدوم حاضر نیستن به نفع دیگری، به نفع حالا اون چیزی که مثلا مصالح جریان سیاسی یا تشکیلاتی باشه. ما باز از سوی دیگه میبینیم که درست نهاد ولایت فقیه موفق شده که نظر جناح‌های سیاسی حال قدرتمندی شکل بگیرن، اما این تشتت در گذر زمان برای نظام مشکل ایجاد کرده. ما یک آشفتگی رو میبینیم، کانون‌های تصمیم ساز، اجماع ساز و سامان دهنده عملا در هر دو جناح از بین رفتن و ما میبینیم که الان هر کسی در اونجا هست میاد به راحتی کاندید میشه و خودش رو یک به سلام در حد یک مقام بالا میدونه و خب این یک نوع بی‌ثباتی رو برای نظام سیاسی ایجاد میکنه، این روند واگرایی. باز به عنوان یک عامل دیگه هم میشه در سالیان اخیر بهش دید این مسئله تکثر و تعدد کاندیداتوری رو که کاملا غیر طبیعی هست، مسئله گسترش فساد اقتصادی است. یعنی رابطه تنگاتنگ بین فساد سیاسی و فساد اقتصادی، یعنی افراد در قالب همون پروژه های شخصی دیدن حضور در این جایگاه حتی کاندیداتوری میتونه فرصت هایی رو برای اونها ایجاد بکنه، هم از منافع اقتصادی و موقعیت های سیاسی. یعنی این کاندیدا شدن نشدن، در دولت بودن نبودن، جایگاه سیاسی اونها رو هم تایید میکنه، تا حدی ممکنه تهدیدها رو از اونها دور بکنه. و باز مسئله که ما دیدیم بارها بهش اشاره شده، مسئله پولهای کثیف هستش که در تبلیغات انتخاباتی در دهه اخیر نقش پررنگی پیدا کردن، پولشویی ها و مسائل از این دست. در قالب این مجموعه باید ببینیم، ولی در مجموعه نشون میده که همین وضعیت هم تأیید کننده وخیم تر شدن بحران در جمهوری اسلام. همطور که شما هم اشاره کردید، نامزدها در وزارت کشور از خدمت به مردم گفتن، کلی هم وعده وعید اقتصادی دادن، کاری که هر سال داره اتفاق میفته. اما آقای افشاری، هنوز تبلیغات شروع نشده، درگیری های لفظی و تخریب ها آغاز شده. یکی میگه حوزه اقتصاد پادگان و دادگان نیست، یکی دیگه از آغاز برای پایان دادن به اشرافیت خانوادگی میگه. آیا این انتخابات رقابت بین جناح های مختلف خواهد بود یا میان اصولگرایان با حضور رئیسی و لاریجانی؟ خب در این انتخابات اون دوگانه اصلاح طلب اصولگرا ضعیف‌تر شده. یعنی اصلاح طلبان مشکلشون بیشتر نیستش که انگار ناتوان هستن در اقناع اکثریت نیروهای معترض که اونها رو بکشونن پای صندوق‌های رأی. ولی ما شاهد این هستیم، همون در قسمت قبلی سوال هم توضیح دادم که الان ما یک سری مجموعه باندها، محافل کوچک و اشخاص طرف هستیم که سطح منازعات و رقابت‌های اینا خیلی تنزل پیدا کرده، مسائل کوچک و می‌بینیم که به راحتی همدیگر مورد حمله قرار میدن و بعد هم اگر واقعا این ادعاهایی که هر کس علیه دیگری میگه نیمی از اونها هم درست باشه، این نشان دهنده فقدان صلاحیت نظام جمهوری اسلامی هست و نهادهای قضایی و امنیتیش هست که چگونه این افرادی که این اتهامات سنگین سیاسی که حالت دشنام هم پیدا کرده رو دارن یا متهم اون هستن، با در سطوح بالا مثلا حاکمیتی دارن نقش آفرینی میکنن. اما به نظر من این دور از انتخابات بیشتر رقابت در درون اصولگراها باشه و اون دو قطبی های سابق سخت بتونه بازسازی بشه. حتی با در نهایت هم باید رفتار دوگانه آقای خامنه ای هم در نظر گرفت و دید تا لحظات آخر چه اتفاقی میافته. علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.